ژورنالیست ها نه این امکان نداره. نه یعنی موافق میشه؟ صبا میره که شوت بزنه. نه اجازه میدین که من با هاتون بازی کنم؟ تو رو قسمت ششم. سوباسا، پدرم تصمیم گرفته تا مدتی توی این شهر بمونه. از اینجا خوشش اومده. جدی میگی؟ تو به مدرسه امید اومدی؟ یعنی اینجا میمونی؟ آره، همین امروز ثبت نام کردم. مدرسه یه خیلی خوبیه. خبر خوبیه، پس با هم دیگه فوتبال بازی میکنیم. همینطوره. بگو ببینم سوبا، این خوشتیپه کیه؟ اون تارو دوست جدیدمونه. تارو شروع کن. چه بارده؟ گوش کنین، وقتی که سوبا میخواست بازی کنه شاهین رو به طرف خودش بکشونه، این آقا پسر تونست به نقشه سوبا پی ببره و این نشون میده که اون واقعا وارده. خیلی خب، تو رو از این به بعد تو تیم ما میای. آخه ما همه خوشیفا رو جاره هم جمع میکنیم. من مطمئنم اون موافقه. البته، خیلی هم خوشحال میشم. کاپتان واکی، چی شده؟ با خودم عهد کرده بودم که اگه از سوباسا گل بخورم دیگه به بازی ادامه ندم. حالا که اون کار خودش رو کرده، منم دیگه میرم. بازی رو بدون من ادامه بدین. خدا نگهدار. آه کاپیتان! ولی تو نباید بری واکی. واکی! آه کاپیتان واکی! آقای میکامی، میخوایی فرار کنی؟ این درسته که به این سادگی از مبارزه با سوبا شونه خالی کنی؟ فکر میکردم خیلی قوی تر از اینه باشی، ولی امروز ناامیدم کردی. من مربی آدمای ضعیف نمیشم. دیگه هم وقتمو برای تمرین دادن به تو هدر نمیدم. از این به بعد خودت تنهایی تمرین کن. خدایش خوشتیب که بودی، با پدر منم خوشتیب تر شدی. دارو همه همین رو میگن. گوش کن واکی، میدونی چرا قبول کردم که مربیت بشم و در کنارت بایستم؟ نه نمیدونم. از مهارت تو در رهبری تیمت خیلی خوشم اومد. تو پسر با اراده ای هستی. بهتون قول میدم که سعی میکنم همونطوری که میخواین باشم. امیدوارم به این قولت وفادار باشی پسرم. تو بازیکن خوبی هستی و من امیدوارم که تو همه زمینهای زندگیت از جمله فوتبال موفق باشی. این آرزوی منه. وقتی که در کنار فوتبال تو زمینه شغلی خودت در آینده به موفقیت برسی، من بهت افتخار میکنم. موفقیت مهمترین چیزه. تو با استعداد بالایی که داری هم میتونی یه دکتر خوب باشی و هم یه فوتبالیست خوب. تو آینده بسیار درخشانی داری واکی. من پزشکی رو خیلی دوست دارم. بله، اسم تو میشه دکتر واکی و این باعث نمیشه که نتونی کارهای مورد علاقت رو انجام بدی، چون خیلی از پزشکا و مهندسا هستن که فوتبال یا هر ورزش دیگه یا در کنار شغلشون انجام میدن. پسرم، یه بازیکن تحصیل کرده بهتر میتونه حرفای مربیشو بفهمه و اجرا کنه. قول میدی که هیچ وقت ناامید نشی و با موفقیت به پیش بری واکی؟ بله، قول میدم. من کنار شما میمونم، در هیچ موقعیتی تسلیم نمیشم. ممنون.
کاپتان واکی. اعتراف میکنم که من امروز از تیم امید شکست خوردم، شکستی که جبران نشدنی. اما من این بازی رو تا آخرش ادامه میدم. عالی کاپیتان. گوش کنی، هیچ چیزی به جز برد ما رو راضی نمی کنی. امیدوار شدم واکی. گوش کنید، با قدرت حمله کنید و یه لحظه رو از دست ندید. من از همینجا حواستون رو دارم بچه. خیالتون جمع باشه. بینندگان عزیز، همکنون وقت استراحت به پایان رسید و وقت اضافه شروع خواهد شد. میدونی ما قوی ترین، پس نباید بازی امروز رو ببازیم. کیزاکی درسته، همیشه اونی که قوی تره برنده میشه. نمیدونی چقدر خوشحالم که داریم با هم دیگه بازی میکنیم. منم همینطور سوبا، به من اطمینان کن. تا چند لحظه دیگه وقت اضافه اول شروع میشه. مواظبش باشین. باشه. الان توپ در اختیار تیم شاهینه. ایزدبا به تاکی پاس میده و تاکی منتظر رسیدن توپه. ببینیم توپ بهش میرسه یا نه. ایشین جلو میاد و توپو میگیره. ایشین توپو نمیگیره چون اون ایشین نیست، بلکه تاوه، ببخشید تاروه، که جای ایشین وارد زمین شده. تارو؟ جان کاپو، میگن تارو هم مثل من خوب بازی میکنه. جون کاپو، حالا میفهمم چرا سوبا تارو رو دوست داره. زود باش، باید جلوشون رو بگیری. باشه. ظاهرن سوبا حمادی مناسبی پیدا کرده که اونو درک میکنه. خودم جلوشون رو میگیرم. پاس میدم به سوبا، درستش همینه. اینا دارن چی کار میکنن؟ امیدوارم سوبا گل بزنه تا هممون رو خوشحال کنه. آفرین واکی، آفرین سوبا، حمله اون دوتا خیلی خوب بود. بازم حمله میکنیم. البته تاروان کمتر از سوبا نیست. سوبا توپ از تاکی میگیره، مستقیما به طرف دروازه واکی میره. تاروان پا به پای اون جلو میره و مثل سایه اون همراهی میکنه. همونطور که پیشبینی میشد، سوبا در مقابل چشمان تیم شاهین به تارو پاس میده. نه نمیتونی رد بشی. باکی تارو به سوبا پاس میده و سوبا به هوا میپره تا با سر ضربه بزنه. نمیتونی گل بزنه، اما حملات مداوم تیم امید حریف رو آشفته کرده. آفرین تیم امید، به نظر میرسه که ورود تارو به زمین بازی رو عوض کرده، چون اون با سوبا یه جفت اعجاب آوری رو تشکیل میده. آفرین به این دو بازیکن. نزدیک بود گل بشه. میگم این بازیکن خوب که حالا کجا قایم شده بود. بعد از اینکه تارو وارد زمین شد، حملات سوبا خیلی خطرناک شد. اگه اون نبود سوبا نمیتونست اینجوری حمله کنه. اونا زوج بسیار خوبی هستن و حالا نتیجه مسابقه کاملا برعکس میشه. میبینی همینجور وایناسین بچه ها، ما باید هرچه زودتر بازی رو به نفع خودمون تغییر بدیم. ها؟ کاپتان واکی، دیگه نمیخوام فقط با سوبا مبارزه کنم، بلکه میخوام با کل تیم امید مبارزه کنم. آماده باشید، حمله رو شروع میکنیم. به همه نشون میدیم که تیم شاهین چه قدرتی داره. بریم. حواست به من باشه. ما مثل تارو سوبا یه جفت رو تشکیل میدیم. اودا و یوکی نتونستن جلوی حمله تیم شاهین رو بگیرن. خب حالا به کی پس بدم؟ شد. از اینکه پیرنمو بهش دادم پشیمون نیستم. میگم جان کاپو، اومدن حالا تو تیم ما باعث پیروزی بیشتر ما میشه، مگه نه؟ اگه بعد میگم بگی. چقدر دوست دارم که تارو برای همیشه پیراهن تو رو بپوشه. شوخی میکنین؟ جون
ما رازوین؟ بینن نگر عزیز، به این میگن حمله یه مشترک. نمیتونی جلوی هر دوشونو بگیری، یکیشونو انتخاب کن. آه، اون دیگه که این بازیکن تازه وارد جریان بازی را عوض کرده. اجازه نمیدم که این دوتا گل بزنن. بینندگان عزیز، حملات پی در پی تیم امید بازی رو جذاب تر کرده. از آغاز وقت اضافه و بعد از اون که تارو وارد زمین شد و بیشترین پاسا رو به سوبا داد، دیدیم که حملات تیم امید بیشتر شد. نه، به هیچ وجه نباید این بازی رو به تیم امید ببازیم. آروم باش، امروز تیم امید هر کاری بکنه نمیتونه دروازه واکی رو باز کنه. این کار غیر ممکنه. ولی چرا اینقدر به اون اطمینان داری؟ میدونم که امروز واکی فقط میخواست تو این بازی با سوباسا مبارزه کنه، اما اون حالا به خودش اومده و بیشتر احساس مسئولیت میکنه. به خاطر همینم تصمیم گرفته که در مقابل کل تیم امید بیسته. حالا متوجه شدی؟ خوب بهش نگاه کن. اون به دقت مراقب حرکات تیمشه و اونا رو تشویق میکنه که با اعتماد کامل به بازی ادامه بدن. دیگه سوبا تنها رقیب اون نیست، بلکه تلاش اون اینه که تو مسابقه برنده بشه و به این راحتی هم شکست رو نمیپذیره. پس خیالت جمع باشه، اون دروازه‌بان و کاپیتان خیلی خوبیه. فهمیدم. ثابت کرد که یه دروازه‌بان برجسته است. خانم ها و آقایان، اولین وقت اضافه در اینجا به پایان میرسه و بلافاصله وقت اضافه دوم شروع میشه. دو تیم باید زمیناشون رو عوض کنن. تو چشمش برق پیروزی موج میزنه. واکی از اراده و استعداد بالایی برخورده. امیدوارم به توصیه من در مورد این که در آینده پزشک موفق بشه عمل کنه. ها؟ آقای میکامی هنوز اینجایی؟ واکی، کارت عالی بود پسرم. آفرین بچه ها، تو این نیمه سعیتون رو بکنین. هرگز نباید تسلیم بشین. برای پیروزی باید تمام تلاشتون رو بکنین. باشه. حتما. خب بچه ها، به همه نشون بدین که امید از همه تیم ها بهتره و لیاقت اینو داره که پیروز میدان باشه. خب بینندگان عزیز، تا چند لحظه دیگه نیمه دوم وقت اضافه آغاز میشه. در این نیمه نتیجه بازی روشن خواهد شد. توپ الان در اختیار تیم امید قرار داره. برو کنار ببینم. خیلی خوب ایزابا، توپ از ما سرو میگیره. ببینیم به کی پاس. تاکی. حالا اون به تاکی پاس داد و تاکی به جلو نفوذ میکنه و همینطور به جلو میره. حالا توپ بلندی رو برای ایزابا میفرسته. حالا ببینیم توپ در اختیار ایزابا قرار میگیره یا نه. بله، توپ در اختیار ایزابا و شوت میکنه. موریزاکی آماده و به موقع شیرجه میره و به راحتی جلوی توپ رو میگیره. آفرین موریزاکی، کارت عالی بود پسر. وای، نزدیک بود گل بزنن. شاید بتونن این کار رو بکنن، چون اونا باید کورنر بزن. سعی تو بکن پسرم. آره، نباید امروز شکست بخوری. تاکی از تیم شاهین آماده میشه که ضربه کورنر رو بزنه. من از صفحه تلویزیون دارم میبینم که تیم امید خوب دروازه‌ش رو پوشش نداده. این ضربه برای یه دروازه تیم امید خیلی خطرناک. به زودی نتیجه بازی رو عوض میکنم. بچه ها بروی من رو نبریم، مواظب این ضربه باشینا. این امکان نداره، امکان نداره. تاکی بینندگان عزیز، چه خبره؟ چی شده؟ یعنی دروازه‌بان میخواد حمله کنه؟ باور نکردنی. چه خبره؟ ضربه کورنر زده شد، اما آیا واکی توپ رو خواهد گرفت یا نه؟ بله، اون توپ رو میگیره و با تمام قدرت به طرف دروازه شوت میکنه و گل. موفق شدی.
عجب حادثه ای واکی تونست گل برتری تیمشو به ثمر برسونه. انتظار چنین گلی رو نداشتیم. تیم شاهین 2-1 از تیم امید پیش افتاده. از وقت اضافه دوم 4 دقیقه باقی مونده. کاپچان واکی دوباره نقشمون رو اجرا کنیم؟ منظورم همون نقشه قفسه. نه فکر نمی کنم خوب باشه. از اون نقشه وقتی استفاده می کنیم که تو دردسر افتاده باشیم. بچه ها نقشه قفس یه نقشه دفاعیه، ولی ما الان می خواهیم حمله کنیم. باشه کاپیتان. گوش کنیم، هنوز وقت بازی تموم نشده، بازم وقت هست، پس ناامید نشیم. ما می تونیم بهشون گل بزنیم. بله فقط 4 دقیقه به پایان بازی مونده. آیا تیم امید میتونه گل تساوی رو بزنه؟ شرکت من تو بازی بی تاثیر نمیمونه. سوبا و تارو آماده میشن تا بازی رو شروع کنن. بازم تارو و سوبا با همدیگه حمله میکنن پیش به سوی دروازه. نمیتونین به محوطه جریمه برسین. حالا میبینین امکان نداره. طرفداران تیم امید همچنان تیمشون رو تشویق میکنن تا به اونا روحیه بدن. الان سوبا و تارو دارن به طرف دروازه میرن. نذارین اونا جلو بیان، زودتر برگردین تو زمین خودمون. باشه حالا میفهمین دفاع شاهین چقدر قویه. میفهمین سوبا خوبا به بازیکن شماره 6 پاس میده. شماره 6 هم به اودا پاس میده. بچه ها حمله کنی. بازم تویی؟ چرا خشوه بازی میکنی ها؟ اودا روی زمین میفته، اما قبل شوت محکم رو روانه یه دروازه شاهین کرد. باکی میپره و توپا میگیره. نمیذاریم این بازی رو ببریم. بریم جلو بچه ها. ما برگردیم. صحبت عالی بود. فقط 3 دقیقه به پایان بازی مونده. بازم میخوان نقشه قفس رو اجرا کنن؟ نه ما سهمش که نقشه قفس رو اجرا نمی کنیم. درسته، بازم بهشون گل میزنیم. جریان بازی عوض شده. تیم شاهین حمله میکنه و تیم امید داره دفاع میکنه. توپ در اختیار کیز و کیه، اما اون کاملا محاصره شده. پاس میده به ایزابا. ببینیم چی میکنه این ایزابا. اون محکم شوت میکنه. اینه گل سومه موریزاکی. یعنی میتونه جلوی توپو بگیره یا نه؟ مارو دروازه رو از یک گل حتمی نجات میده. مارو تو ما رو نجات دادی. باید حمله کنیم. بریم بهشون اجازه ندیم به دروازه نزدیک بشن. تارو جوری با توپ جلو میره انگار توپ به پاش. باید گل تساوی رو بزنیم. ببین تارو رو نگاه کن، نظرت چیه؟ به نظرت کارش عالی نیست؟ چرا؟ واقعا ازش خیلی خوشم اومده. تارو به طرف محوطه جریمه شاهین پیش میره. سوبا هم پا به پای اون در حرکته. آیا تارو و سوبا میتونن توی لحظات آخر گل بزنن؟ زنده باش زنده باش تیم امید، زنده باش زنده باش تیم امید. بیای از شجاعتت خوشم میاد. تارو سوبا این دفعه دیگه نباید اشتباه کنیم. بیای بگیرش. نمیتونی دروازه منو باز کنی سوبا تا. سوبا به تارو پاس میده. تو هم اومدی به سوبا کمک کنی تارو؟ نه چه هماهنگی خوبی. تارو به سوبا پاس میده و اونم آماده میشه که شوت بزنه. یعنی شوت که نه با ضربه سر میزنه. بله و سرم. دیدی بالاخره ما موفق شدیم، تونستیم گل مساوی رو بزنیم. رفی تارو سوبا لیاقت اینه دارن که اسمشون رو بذاره اتحاد طلایی. اونا واقعا ماهرن. تا
سوباسا گل قشنگی زدی. باز تو هم خیلی قشنگ بود پسر. ولی ما به تصاویر رضایت نمیدیم، اینطور نیست؟ بله، تا آخرین لحظه حمله میکنیم. بزن بریم. نتیجه بازی مساوی شد، اما آیا دو ستاره مسابقه فارو و سوبا میتونن گل پیروزی رو به ثمر برسونن یا نه؟ آیا تیم شاهین برنده خواهد شد؟ آیا تیم امید با حضور دو بازیکن مانند سوبا و تارو پیروز خواهند شد؟ در لحظات باقی مانده خواهیم دید. پایگاه اطلاع رسانی راسخون.